اما روش دوم روش نوح پیغمبر بود که ما در 8 آیه از قرآن مجید در سوره نوح میخوانیم: قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبر استکبارا ثم انی دعوتهم جهارا. نوح میگه خداوندا من برای دعوت اینها از هر وسیله استفاده کردم. گاهی آشکار در احادیث دارد میرفت در مجامع اونها، مجلس عقد بود، مجلس عروسی بود، مجلس عزا بود، مجلس مشورت بود، در گوشه می ایستاد، قولوا لا اله الا الله تفلحون می گفت و جمعیت و دعوت به سوی توحید حقیقی می کرد جهارا. بعد میگه من اسررت لهم اسرارا، می آمد در خانه ها، روش چهره به چهره صدا می زنه صاحب خانه رو، قل لا اله الا الله تفلح، دعوت میکرد. بعد ببینید روش تشویقیش چگونه بود. 5 تا بشارت در سایه پذیرش توحید به اونها میدهد. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، اول بشارت به غفران و آمرزش گناهان. همه شما آلوده گناهانی بوده اید و غیر از بت پرستی هم گناهانی داشته اید، بیایید به سوی خدا، خداوند غفار همه شما را می آمرزد. یرسل السماء علیکم مدرارا، دوم این است که آسمان پرباران بر سر شما می بارد. سبدم و یمددکم به اموال و بنین، ثروت بیکران، فرزندان فراوان که نشانه قدرت هر ملت فزونی این فرزندان است و راه رو نباید اشتباه رفت، به اموال و بنین. چهارم و یجعل لکم جنات، باغهای سرسبز، و یجعل لکم انهارا، نهرهای پرآب. از روش تشویق وارد شد. 5 مطلب که مورد توجه همه اینها بود، اینها رو ذکر کرد و اینها رو دعوت به سوی خدا کرد. معلوم میشه مقامات مختلفه. مقامی مقام معاشاته، مقامی مقام تشویقه، مقامی هم مقام سوم مقامی است که مؤمن آل فرعون در 7 آیه از سوره مؤمن بیان کرده. برادران عزیز، اساتید محترم، دقت کنند. من عقیدم این است این 7 آیه هر کدومش اشاره به یه نکته تازه ای داره، ولو جمع‌بندی همه اونها دفع ضرر محتمله، ولی هر کدام انگوش روی مصداق تازه میذارد که مفسران کمتر در این باره بحث کردن. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات. یه احتمالش این است که راست باشه، حالا 50-50 نباشه، کمتر باشه، بیشتر باشه، دفع ضرر محتمل، اونم ضرر عظیم، اون هم عذاب علیم از سوی خداوند وقتی شامل حال افراد بشه و دامن افراد بگیره، دفع ضرر محتمل بر هر عاقلی لازمه. بنابراین بیایید و احتمال بدید. موسی راست میگه، احتمالم میده دروغ، حالا دیگه این احتمال رو باید اهمیت بهش بدی. این در این آیه رفت به سراغ دفع ضرر محتمل. آیه دوم دنبال همینه اما به شکل دیگر. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین، ای جمعیت، شما در این کشور
کشور پهناور مصر مسلطی، انواع نعمتها، کاخها، انواع وسایل زندگی دارید، احتمال نمیدید این نعمت ازتون سلب بشه؟ انگوش گذاش روی سلب نعمت. یا قوم لکم الملک اليوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس الله ان جاءنا. اگر خداوند تصمیم گرفت و تمام این نعمت ها را از ما گرفت چه می شود؟ احتمال بدید، بازم دفع ضرر محتمله، ولی انگوش روی سلب نعمت هاست. در مرحله سوم، در این مرحله می دانید که فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل رشاد. بی خود میگه مؤمن آل فرعونی حرف رو میزنی. البته مؤمن آل فرعون از مقربان فرعون بوده، از اقوام و بستگانش میگن بوده، خازنش بوده، کسی بوده امین، بر تمام گنجهای او نظارت داشته، نمیتوانست بهش معذرت میخوام بگه خفه شو این حرفا رو نزن. ولی فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا، مطلب همین است، زرونی اقتل موسی ولید ربه، من باید موسی رو به قتل برسونم، هر چی میخواد داد فریادم بکنه، از خدایش هم استمداد بکنه، موسی رو باید کشت. بعد اینجا تکرار کرد ما اریکم الا ما ارا، راه همون کشتن موسی است، راه دیگری نیست. حالا مؤمن آل فرعون هر چی میخواد بگه، اما مایوس نشد. این دو نکته که گفت رفت سراغ پنج نکته دیگر، همش بر محور دفع ضرر محتمل. و قال الذي آمن یا قوم انی اخاف مثل یوم الاحزاب. دست اونها رو گرفت، به گذشته تاریخ برد، گفت برید ببینید قبلا احزابی، گروه های، جمعیت های آمده مخالف انبیا شدن، چه سرنوشتی پیدا کردن، چه بلایی بر سر اونها آمد. یه مقدار گذشته تاریختون رو مطالعه کنید، بردشون در گذشته تاریخ، اما انگشت روی قوم خاصی نگذاشت. در مرحله چهارم انگشت گذاشت، مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم و ما الله یرید ظلما للعباد. تاریخ رو نگاه کنید ببینید خداوند با قوم نوح چه کرد، با قوم عاد و ثمود چه کرد، با کسانی که بعد از آن بودن چه کرد. یه مقدار به خود بیایید، ای قوم شاید موسی راست بگه، شاید این زرد دامن ما رو بگیره. این مرحله چهارم. در مرحله پنجم گفت احتمال بدید قیامتی باشه. و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد. مفسران غالبا گفتن یوم التناد اشاره به قیامته، که هر گروهی از دیگری استمداد می طلبد یا دیگری را متهم می کند که اون باعث گمراهی من شد. روز قیامت یوم التناد، روزی است که هم دیگر را ندا می دهند. و یا قوم اینی اخاف علیکم یوم التناد. دیگه شرحی در باره قیامت نداد. در آیه بعد که مرحله ششم هست شرح میده یوم تولون مدبرین. احتمال بدید یه روز قیامتی باشه، شما فرار میکنید به این طرف و اون طرف. ما لکم من الله من عاصم، هیچ پناهگاهی در مقابل عذاب الهی نیست. و من یضلل الله فما له من هاد. بازم از این مرحله رفت مرحله هفتم، گفت همه چیزها رو صرف نظر میکنیم، این مصری که شما در زندگی میکنید یوسف قبل از شما آمد یا من، ببینید سرنوشت یوسف چه شد. لااقل به کشور خودتون نگاه کنید، همون دفع ضرر محتمل در چهره کشور خودشان. و لقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلک
قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب. از آیات بعد استفاده می شود که این روش مؤمن آل فرعون مؤثر واقع شد. دو سه آیه بعدش این است که یا هامان ابن لی سرحن لعلی اتل و اله موسی، یعنی مسئله کشتن موسی منتفی شد، حالا میخواد سر مردم گرم کند با اون برج کذایی همکار تولید کنه در عالم سیاست. وقتی یه مسئله جامعه رو متوجه میکنه، یه مسئله انحرافی درست میکنن، مردم میرن به اون سمت و سو، از اون مسئله اصلی اینها رو غافل میکنن. این هم برای غافل کردن از اون مسئله اصلی، یا هامان ابن لی سرها، یک برج بلند برای من درست کن برم اونجا، لعلی اتلو اله موسی، جمع‌بندی کنم. روش های تبلیغی در قرآن بسیار متنوع و منحصر به این سه روش هم نیست. بنابراین یکی از فصولی که ما میتوانیم در تفسیر موضوعی دنبال کنیم روش هاست. روش های اداره خانواده، روش های اداره کشور، روش های اداره اقتصاد، روش های تبلیغی، روش های تربیتی. خود مسئله روش ها یه موضوع مهمی میتواند باشد در قرآن مجید، که انسان دریچه های تازهی به جهان وسیع تری از مفاهیم قرآنی بگشاید. انشاءالله همیشه در سایه قرآن مجید مؤید و منصور و سربلند و موفق و خوشبخت انشاءالله همتون باشید. شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، حبیب الله، نبی الله، شفیع